سلام وقتتان بخیر و بسیار زیاد خوش آمدید به گفتگوی امشب من مختار لشکری و قرار است یک گفتگو داشته باشیم با شخصی که مطمئنا شما او را میشناسید مخصوصا از یک و نیم دو سال پیش به این سو بیشتر با او آشنا شدید در این برنامه مهمانی از کابل با خود داریم مهمانی از میان افرادی که باعث فرار صدها هزار صاحب خانه کابل شدند مهمان امشب علامت های سوال زیادی در زندگی خود دارد حداقل در طول همین یکی دو سالی که ما او را شناختیم خانم ها و آقایان او طالب است اما از زمان به قدرت رسیدن دوستانش دستگیر و به زندان انداخته شده است این شما و این مهمان امشب برنامه کاکتوس سلام بخیر خوب باشید له <سؤال> امام سلام ور دنه کوم خدمتې شما او تمام بیننده هاي شما جناب ا اسکريه سنگري نه له لشکري امیددار استم چې خوب بشین جذادي هکمه ید راه برای همتنه ما مدا يم یدستم ید راه برای همتنه خو تبریک وګم و شما به ساله تشکر مې کوم چې ما را دعوت کړین د برنامه تن ولا ما خو بسیار ګلفتار سم خود شما مې پامین کې مخامي بل پیاو بدن په مدي احسن نيسته ما بسیار کارم داشتیم ولی امروز از شده می تا چند دقیقه در خدمت شما باشیم بله به با شما هم مبارک باد میگیم اول تا یک سوال رو شما پاسخ بدید من میخوایم بدانم که شروع حرکت شما با گروه طالبان از کجا بود شما چند ساله بودید کی و در کجا برای نخستین بار و با گروه طالبان پیوستید بله سنگری سای بزرگوار اینکه ما کی و چگونه به دوستان پیوستوم داستانش بسیار طولانی است ما, كي كي ما, اس ما هم چیز برمیگرد ب زمانی ک مد یکشبی تابستانی و متاب دیک خانودی بسیار فقیر ب دنیا امم پدرم ک ازاولاتی دختر ااخششنمامد بم نک فمید ک م سرستخشالیومبخرف مه بسار خشحال شدبوسبنم مجزکاجاب بانرونماد شیربخ مثل حضرت عیسی به حرف زدن شروع کردم و پریاد زدم گفتم هوران 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 زه هوران یعنی که ما از بد و تولد عشق هور جنت جوی شراب شرشر و از پا بودم و از ما پلارم که دید ما ای قدر علاقه دارم به هوران بسیار خوشحال شد و مرا در مدرسه دینی شامل کرد که نامش دارال انتحار بود از آنجا همه چی شروع شد مولوی گفت الیپ مأم گفتم الیب تا انکه ما ځنځه فارق تحصیل شو دم و بځم دوستایم د امارت پیوستیم بلې جناب ازلشکری د خدمت هستم شما ازدواج کردیت بلې بلې ما ازدواج کړم الحمدلله ازدواج کړم ممرای بي بشيرينه مې ازدواج کړم فرزند داریت چی فرزند نه ولا فرزند نه درم متصبي نه فرزند نه درم ما زمينه نه هي به سير نه نیمه بریم خودش ما مې پهمین کی مردمو افغانستان بسیر دنبلګه بس پښتمه ګب میګه من کوشش کرده رایی هستیم کوشش بندگی خود می کنیم اما در دو سال اخیر متاسفانه ما از طرف بی بی شرین تحریم شدیم به خاطر ازی که بی بی شرین میگه که وقتی که شما پوانتون سر ما بند کدیم ما هم سر شما کهتون بند می <تصفح> 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 یک زنی را در یک دفتر کار کنید و از نزدیک ببینید تحریک <تصفح> اول اول ما تحریک میشیم ما بد تحریک میشیم ما به مجرد که نمیزنه بیش نویم تمام جان ما لرزه میگیره بس ما تحريك نشي تحریک تحريك نميشن ونا مرد نيستن بايد بمردانجي با خود شك کنن ما الحمدلله مسلمان استي ما الحمد مرد استي ما تحريك نشي بله ما میخوایم بدانم که آیا واقعا شما در زمانی که در گروه طالبان بودید پلی، پلچکی، اسکر اردوی ملی، قل اردوی را پراندید یا نه؟ بله جناب اسکری صاحب بزرگوار به سوال بس بسیار خوبی اشاره نمودین ما خودیم پلچک پرانی نکدیم متاسفانه افتخار نصیب ما نشده ما دو دوره محصیل بودیم اما اندوالای ما بسیاری کار کدن ملان دیني پولچک پران یا که د وسایم من ولای مس کلی وزیرت لهاد و فرهنګست او خودش مې پولچکای لایني قندار غزنی را کابل کله دش داسداشتای کړ و اونها پرنده مهم نيسته ما ان شاء الله برای مردم خدمت میکنیم ما خود ایم نمند اهتمام اقوام استم برای مردم خدمت میکنیم و ما افغانستان نه میسازیم خودش ما مهفهمین که دولت کابل ان نماینده هاي اقوام هیچ کدوم برای قومشان خدمت نکردن نکړ ځای برای پشتون کټ نه پامي دي دوستوم برايي اوزبک ها نه امر الله صالح برايي تاجيك ها و نه ما حق برايي هزار ها ما الحمدلله خدمت نه کونیم بله شما یاد کردید گفتید نه آقای کرزای غنی و پشتون خدمت کردن نه مارشال دوستون به ازبک و نه امرالله ساله به تاجکها ما من میخوایم بدانم که آیا ملا محمد عمر به پشتونها خدمت کرد به افغانستان خدمت کرد آیا ملا حیبت الله در حال خدمت کردن به مردم افغانستان و به پشتونها هست آیا با بسته نگه داشتن و با بسته کردن دروازه مکاتب بر روی نیمی از جامعه میشه گفت که ما در حال خدمت کردن به مردم هستیم بل جناب اسکری صاحب بوځک ورته جواب دې سوال شمه باید وګورم چې مولانا محمد عمر مجاهد بسیار خدمت کده بسیار خدمت کده د مناطق جنوب اگر مولانا محمد عمر نه میود تمام کودکا او اطفال الوده میشد به اګههی الوده میشد بسواد الوده میشد به می علم او دنيش اما مولانا محمد عمر مجاهد بجای یې ان کې یې کودکان ده بمکتب روان کنه روان خدانې نه را به مدرسې دال الانتهار کاله کلې نتیجهماس تم و اما مناطیقه دیگه را متصفع نه مده دوره کمی فرصت نه یافتیم مله محمد عمر مجاهد فرصت نه یافت تا خدمت کنه و مردم راه نه مانه کی با ای ویروسی علم آگاهی الوده شوه ال الحمدلله مله هيبو راي شان راي دامه میدهت و خودش ما میپم کی تمام افغانستان راه ما من ایمان یم کی با ای وایرس یا با ای ویروسی علم واگاهی دانش سوت الوده شوه من الحمدلله اینا را واکسینه میکنیم در برابر علم و دانش بله شما در گروه طالبان چه وظایفی را ایفا کردید و چه وظیفه‌ای داشتید آیا امکان داره برای من بگویید که در طول سالهایی که در گروه طالبان بودید چه فعالیت هایی می کردید؟ بله ولی من خپلت بسیار زیاد کردیم خپلت بسیار زیاد کردیم من نه اچر فرانسوی امارات لقب نگرفتیم ما مسافرت های به خارج رفتیم ما با مقامت کیږي ورها يم سادي درکد يم ما در مقابله سوال هاي خبر نگاراس يا سادي ما رد نه پاکد يم ما با جنگ پنشي اړپتم مې ناتورې چكست ديم مې امر کې هر چكست ديم البته به کومه گی جناب خير خالل ذات و بازي معاملات د قطر بلې برتون ما برتون تبریک میګم این نو اعتماد به نفس تون را بله بله جناب سنگری ما اعتماد به سقف ما بسیار بالا است بسیار ما قدر اعتماد به سقف داریم که ما یک روز ان شاء الله کاخ سفید پات بله ما میخوایم از شما بدانم که آیا شما شمایی که در زیر بیرق طالبان حالا در کابل زندگی میکنید گاهی از نزدیک ملای و دیدید اصلا فردی به این نام وجود داره بله بله جناب عسکری ملای صاحب وجود داره ما خودیم با چشمه سر خود دیدیم ما خدمت یشان مشارب شديد ما همراه جناب بقایی بسم الله خان و جناب سنگری ربط بودیم با یشان ما ربط بودیم تا یشان اه 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 ما را با کدام مقام رسمی بگو مارد ولی ما به توافق شديد ما از برگشتیم ما باز هم خدمت یشان مشارب میشیم یشان اه گفتن که اه اراداتی خاصی نسبت به ما و ای کسا چی میگه ملاحی وجود نداره اینا ایمانشان زیف استن و ایدیایشان کاملا بی اساس استن بله زنده باشید وقت سان بخیر امیدوارستم که همیشه موفق و سربلند باشید من نه دیر من نه جناب اسکری چی؟ هم حضرت قبلم من نامی تم اشتباه گفتیم دوستای می میکنه که من نامی تا بجای لشکری سنگری گفتیم گایی هم اسکری گفتیم. خب مزرد قرارم ولا من باید بریم دیگه زیاد کار داریم تشکر ازی که ما را در برنامه دعوت کردیم بعد ان شاء الله بعدم در آینده خدمت شما خیلی بود پیلان وقت شما خوش تشکر شما از بیننده شما خدا حفظ ما خدا نگهدار تشکر از شما دوستان عزیز تا این با ما همراه بودید باز هم تاکید میکنم که گفتگوی ما با این جنوان سیاسی نیست ما تنها داستان های سیاسی با علي <applause> دلاله